سلام بر بینندگان عزیز. مسابقه ای که امروز براتون گزارش میکنیم مسابقه فوتبالی است بین تیم های رضا پهلوی و تیم همایون. خب حالا بالاست به دنبال تو بودن که در آفساید قرار میگیره. جعفر روزبهانی بلند برای افشین قدسی خودش. حالا اول از همایون در نزدیکی دروازه‌بان، اما زودتر از ایشون دروازه‌بان ثابت تو میشه و بلافاصله به شماره 6 محمدی برای والعزت خیلی پاس خوب میفرسته روی دروازه، اما دفاع با سر برمیگردونه. خب خیلی قشنگی ضربه رو میزنن که توی بغل دروازه‌بان تیم همایون جای میگیره. والعزت فیلمای از بازی‌های شما بوده همون روزی که بازیکن‌های ملی اومده بودن. فکر میکنم همه میدونن که فوتبال ما دیگه در سطح قابل قبول اومده از لحاظ جهانی، به خاطر اینکه همین راه یافتن به مسابقات جام جهانی آرژانتین خودش نشانه ای از موفقیت است. شاید ما از نقطه نظر کیفی هنوز در سطحی قرار نگرفتیم که خودمون رو با کشورهای صاحب فوتبال مقایسه کنیم، ولی باید بپذیریم که در آسیا بهترین هستیم و نه این بهترین موجب این بشه که ما مغرور بشیم و به کارها نپردازیم، نه، بلکه این واقعیتی بوده که ما نشون دادیم که در چند سال اخیر در گسترش فوتبال و در امر مسابقه ای موفق بودیم. فوتبال در حال حاضر همطور که در جهان میبینیم فوتبال دیگه رفته رو حالت حرفه‌ای بودن و دیگه از حالت آماتوری در اومده. برای همین ما برای اینکه بتونیم در سطح جهانی رقابت داشته باشیم با سایر کشورها احتیاج داریم که فوتبال خودمون رو هم حرفه‌ای کنیم و از این حالت نیمه حرفه‌ای درش بیاریم. البته فوتبال آماتور که جای خود داره، ولی در سطح بین‌المللی برای اینکه فوتبال ما بتونه رقابت داشته باشه این هستش که بازیکن‌ها دیگه کم کم واسه به خاطر اینکه ما که بریم جام جهانی همین مسئله پیش میاد. بله، به صورت این مسئله خود به خود پیش خواهد اومد و تیم ما دیگر اجازه نخواهد داشت که در مسابقات آماتوری شرکت بکنه. خب حالا والعزت رضا پهلوی و اولیش از بالای دروازه سی تا کنترل و دقت زیادی لازم هست که تیر دروازه در این قسمت از برنامه قهرمان ما ضربه های پنالتی داریم، 5 ضربه پنالتی. میدونید که هر 5 قهرمان ما که از مدرسه رضا پهلوی هستند عضو تیم فوتبال این مدرسه هستند و شما در سالهای پیش مسابقاتی که این تیم برگزار کرد از طریق تلویزیون دیدید به کاپیتانی والعزت رضا پهلوی. امروز 5 ضربه پنالتی داریم و منصور رشیدی رو درون دروازه. بله، اصلا شروع کرده کورکورو میگه آقا سوز اجازه بدیم من من فکر کنم که تماشاگران عزیزمون بگیم تو روزنامه هم نوشودن که بعیده یه آدم 16 ساله بتونه به گلر تیم ملی گل بزنه، ولی بهتون میگم آقا رشید چه بخواد چه نخواد در صورت گل میخوره از من. ولی ازت توجه دارید که برای انتخاب تیم ملی باید منصور رشیدی به هر حال خودشو آماده بکنه. بله، من فکر نکنم بره آرژانتین، به خصوص اینکه مقابل مربی تیم ملی هم هست آقای مهاجرانی. یه خودی بیاین چلو. آقای مهاجرانی نمیتونم بره. آقای مهاجرانی اگر امروز تمام پنالتی ها رو بخوره یا نصف پنالتی ها رو بخوره شما انتخابش میکنید برای تیم ملی یا نه؟ نه، این قبلا من میگم در حال حاضر از آمادگی خوبی برخوردارم، این آزمایش خوبی از رشیدی که انجام ببینیم در چه حال و سر میاری. کوروش صدر خب اولیشو میگیره، منصور رشیدی درون دروازه و گل. رشیدی ما دیگه بهتون نزنیم، با خدا زنگیم من دیگه نمیزنم. خب نادر معتمدی و 5 ضربه پنالتی. من فکر کنم منصور رشیدی تمام نیروشو جمع کرده برای پنالتی هایی که والعزت میزنند. بله، حالا نوبت خودنمایی منصور رشیدیه.
مرسی. خب این ضربه رو منصور رشیدی رد میکنه. یه مقدارم دیگه تشخیص داده بود که والحضرت تمام ضربه رو طرف چپ میزنن. آقا من فقط تصدیه میگم به تیم رستاخیز خرمشهر. خب اینا رو اجازه بدید که نتیجه این رشته رو به اطلاعتون برسونم. نتیجه رو بزنید رشیدی بگه دیگه. آی رشیدی یادت مونده چند تا گل خوردی؟ آی رشیدی میتونی بگی چند تا گل خوردی؟ جهان رو هم خب 120 حساب گل از دست منصور رشیدی در نه در نرفته. خب میدونم 3 تا گل از وریات 4 تا گل از 4 تا 8 تا و یکی 9 تا 11 تا گل خورده. 11 اجازه بدین الان من حساب بکنم. اجازه بدین آقای اجازه آقای نظر خودتون شاید بودین شانس آورد به خدا با چمی دو رو خودش بگذارم. والا حضرت و مسعود و نادر یکی 4 تا گل زدن که هر کدوم سر امتیاز میگیره. این 12 تیمور 3 تا گل زده 15 این 15 تا کوروش هم یه دونه گل زده. کوروش بدشانسی آورد. کوروش تازه بدشان حالا کاری نداره. ولی آقا خیلی تو 20 تا 4 آقا نه با شما با من دوست نیستی تو تری داش پرپری میخوندید با به خدا. ولی آقا نگاه کنید شما اینا همه من تنها بودم. این قبول آقا عزیز زاده از این بهتر فکر کنم دروازه‌بان همیشه تنهاست. بله بالا زد درست داریم هم زمین. بله خیلی خوب بود واقعا. میخوان یکی دیگه هم میزنیم. نوال از شما رویش خراب کرد به قدر کافی. کجا این هر دفعه رویش خراب بال از به قدر کافی از تیم ملی خط خورد. بپوش بیا از تیم جوانان بزنگان با جام بلند فتا بره برای پور آفریقا. بیا نه نگیر نگیر نگیر